فرض کنید تولید کننده یه گوشی موبایل داره، داره تولیدش میکنه و با یه قیمت به فرض 50 میلیون داره میفروشه و به شما هم یه قیمتی میده، میگه که آقا برای شما مثلا میزنم 48 میلیون تومان و شما هم بفروش 50 تومان. این درست؟ یعنی قیمت تمام شده یک کالا، چه من مستقیم با تامین کننده ارتباط بگیرم، چه شمایی که تجارت این محصول رو دست گرفتید ارتباط بگیرم، باید برابر باشه. شما نباید قیمت بالاتری ارائه کنید. میگی آقا من خدمات بهتر میدم، من پاسخگوی شبانه روزی دارم، 24 ساعته در خدمتش هستم، قیمت بالاتر بدم. مردم در انتها فقط عدد میبینن و عدد میفهمن. پس خوب دقت کنید، هر چی شما سرویس های خاص هم بدی، انتها میگه عدد چند. بله تعداد محدودی هستن که میگم به خاطر خدمات و سرویس ها حاضریم 50 رو از شما 51 بخریم. تقریبا یه کمتر از 5% هستن از مشتری ها که حالا اونقدری قیمت براشون تفاوت ایجاد نمیکنه که اگر بالاتر هم بگی اما به ازاش خدمات بیشتر بدی حاضر باشن. اما اغلب مشتری ها در ایران، ما داریم درباره تجارت داخلی فعلا صحبت میکنیم، در ایران دوست دارن قیمت کف رو در واقع تهیه کنن تا دلشون شاد باشه، خیالشون راحته که من ارزون ترین حالت ممکن رو خریدم، دیگه هی دغدغه نشه باشه که میتونستم ارزون ترم، یعنی بخرم.